همراه میشیم با جلال روشندل، استاد روابط بین الملل که از سیاتل با ما همراه شد. آقای روشندل، این دومین بار هست که آتش بس بین اسرائیل و حماس تمدید میشه، ارزیابی شما در مورد چه است؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. واقعیت این هستش که هم حماس و هم اسرائیل در یک مسئله غامضی گیر کردن. به طور یقین آتش بس به نفع حماس هست، ولی عدم آتش بس و ادامه جنگ هم معلوم نیست به نفع اسرائیل باشه، در حالی که اسرائیل از اول وعده نابودی حماس و به نوعی به صورت تلویحی نشان داده که احتمالاً کل غزه رو میخواد تحت کنترل خودش بگیره، در حالی که هر چقدر ما پیشتر میریم این قضیه تقریبا غیر ممکن میشه. آخرین خبرها این بود که حماس برای اینکه آتش بس تمدید پیدا بکنه پیشنهاد کرده بود که 7 زن و 3 کودک رو به اصطلاح تحویل بده، که ببخشید 7 زن و کودک رو به اضافه 3 جسد رو تحویل بده، و اسرائیل این رو قبول نکرده بود و اسرائیل اصرار داشت که 15 زن و کودک هنوز در نوار غزه حضور دارن، وجود دارن، و این نشون میده که حماس با گروه های داخلی خودش از یک طرف مشکل داره و نمیتونه، دسترسی نداره به اون تعداد افرادی که در اختیار اونا هستن. از طرف دیگه برگ برنده هم دست حماس وجود داره و اون خارج از مسئله غیر نظامیان گروگان های نظامی هستن که احتمالاً حماس با این معادله که الان داره کار میکنه، یعنی 10 نفر در برابر 30 نفر، اونها رو پس نخواهد داد. به همین دلیل است که شما میبینید کابینه آقای نتانیاهو رو تحت فشار قرار میده، وزرای تندروتر، از اون طرف موساد و CIA در قطر دارن جلسه تشکیل میدن و آنتونی بلینکن برای چندمین بار وارد اسرائیل میشه تا این وسط یک راه حلی پیدا بکنن. خب آقای روشندل، با توجه به آتش بس، تمدید آتش بس، نقش قطر و آمریکا رو در این موضوع چطور میبینید؟ خب آمریکا موضع تقریبا مشخصی از اول داشته، حمایت حد اکثری از اسرائیل، ولی در این حال حمایت از موجودیت نوار غزه به عنوان یک سرزمین فلسطینی و نهایتاً رسیدن به یک راه حلی که غزه توسط فلسطینی‌ها اداره بشه، ولو اینکه این وسط ممکنه که یک دوره انتقالی رو مجبور باشه پشت سر بگذاره. قطر با مسئله حماس و حمایت از حماس و اینکه سران حماس در قطر حضور دارن و بالاخره در تصمیم گیری ها مورد مشاوره قرار می گیرن، موضع قطر رو تغییر میده. یعنی قطر به نوعی سخنگوی خاص حماس به عنوان یک قدرت سیاسی که دست کم تا به امروز در نوار غزه باقی مونده و احتمالاً در آینده نمیشه به این سادگی اون رو به اصطلاح محو و نابود کرد. به این دلیل هستش که قطر یک نقطه مذاکره خیلی خوب و دریچه است که همه، حتی موساد و CIA میتونن از طریق اون دریچه با حماس و فلسطینی ها صحبت بکنن. بسیار متشکرم از شما جلال روشندل، استاد روابط بین الملل که از سیاتل با ما همراه بودید.